متاب ماه که گردید ماه من خاموش، خموش باش که یارم شد از سخن خاموش. چو نخل خشک به یک بار برگ و بارم ریخ، که گشته بلبل زارم در این چمن خاموش. کنار خاک لحد ناله می زنم تنها، که رازدار دلم خفته در کفن خاموش. چراغ انجمن دل شکستگان برخیز، ببین چگونه شده انجمن بی تو خاموش. حسین بهر دل من به خانه کرده سکوت، صدای ناله شده بر لب حسن خاموش. صلی الله علیک یا فاطمه الزهرا یا ام ابیها سلام الله علیها. عرض سلام و وقت بخیری داریم خدمت شما بینندگان گرامی. با آرزوی سلامتی تک تک شما عزیزان، ایام سوگواری بی بی دو عالم را تسلیت عرض می کنیم. انشاءالله که با الگو گرفتن از زندگانی ایشان، چه شخصی و چه اجتماعی، بتانیم پیروان حضرتش باشیم. همانطور که می دانین ویژه برنامه امشبمان در مورد فضایل و سیره بی بی دو عالم هست. با کارشناس ارجمندمان با شما هستیم. سرکار خانم صادقی سلام علیکم، ضمن عرض تسلیت بسیار خوش آمدید در برنامه خودتان. اعوذ بالله من الشیطان الرجیم، بسم الله الرحمن الرحیم. عرض سلام و احترام دارم خدمت شما و بیننده های محترم برنامه. فرا رسیدن ایام سوگواری حضرت زهرا سلام الله علیها را به همه شما تسلیت میگم. تشکر از دعوت، از اینکه دعوت ما را پذیرفتید. خواهش میکنم. خانم صادقی عزیز، در ابتدای برنامه بپردازیم به بیوگرافی و القاب حضرت زهرا سلام الله علیها. حضرت زهرا سلام الله علیها در سال پنجم بعثت در روز 20 جمادی الثانی و در شهر مکه به دنیا آمدند. پدر بزرگوارشان حضرت نبی مکرم اسلام هستند و مادرشان حضرت خدیجه کبری سلام الله علیها، نخستین زنی که اسلام آورد. نام مبارکشان فاطمه است و القابی هم مثل زهرا، طاهره، صدیقه، کوثر و غیره دارند. فاطمه به معنای بریده شده و جدا شده است و با توجه به احادیث نبوی، علت این نامگذاری حضرت به فاطمه ای هست که پیروان حضرت زهرا سلام الله علیها از آتش دوزخ بریده و جدا شده هستند. زهرا به معنای درخشنده هست و با توجه به حدیثی منسوب به امام صادق علیه السلام، هنگامی که حضرت زهرا سلام الله علیها به محراب عبادت می ایستادند، نورشان به آسمان می درخشید، همون رقم که برای زمینیان نور ستارگان می درخشند. صدیقه به معنای کسی هست که هرگز غیر از راستی و درستی از او صادر نشده. طاهره به معنای پاک و پاکیزه هست. کوثر به معنای خیر کثیر و فراوان هست. با توجه به تعابیر مفسران شیعی و بعضی از مفسران اهل سنت، حضرت زهرا سلام الله علیها در آیه اول سوره کوثر به عنوان خیر کثیر و فراوان یاد شدن و ای آیه را به حضرت زهرا تطبیق کردن و گفتن کوثر به معنای خیر کثیر و فراوان هست و حضرت زهرا باعث گسترش و بقای ذریه حضرت پیامبر بودند. و آیه آخر سوره کوثر هم قرینه خوبی هست بر این ادعا که خداوند خطاب به حضرت پیامبر فرمود همانا دشمنان تو ابتر و بدون نسل هستند. درسته، بسیار عالی. خانم صادقی عزیز، شاید حالا با این بیوگرافی که وارد برنامه شدیم که بعضی از جوانها بپرسن که چرا شناخت حضرت زهرا سلام الله علیها برای ما الان باید مهم باشه، در صورتی که ایشان مال چندین سال قبل حتی قرن می باشن، آیا شناخت ایشان به زندگی دنیوی ما یا اخروی ما سودی دارد؟ درست است که طبق آیه صریح قرآن حضرت مریم به عنوان
بهترین زنان معرفی شده. در آیه 42 سوره آل عمران خداوند متعال می‌فرماید و از قالت الملائکه تو یا مریم ان الله استفاک و طهرک و استفاک علی نساء العالمین. در این آیه خداوند اشاره کرده به مقام بلند حضرت مریم سلام الله علیها و همینطور عفت و پاکدامنی حضرت، اما ناگفته نمانه که حضرت مریم سلام الله علیها برای زنان عصر خودش نمونه بود و از زنان عصر خودش برتر و والا بود، اما علو مقام حضرت زهرا سلام الله علیها مربوط یا محدود به عصر خودش نمیشه، بلکه حضرت زهرا در تمامی اعصار بهترین و برترین زنان معرفی شدند. مؤید این مطلب حدیثی هست از حضرت پیامبر صلی الله علیه و آله و سلم که حضرت زهرا را به عنوان سیدت نساء العالمین خطاب کردند. به علاوه آیات متعددی هم در رابطه با مقام و شأن حضرت زهرا سلام الله علیها نازل شده، مثل آیه تطهیر، آیه مباهله و یا سوره کوثر. حالا که حضرت زهرا سلام الله علیها هم در احادیث و هم در آیات قرآن به عنوان برترین زنان معرفی شده و کسی از نظر رتبه بالاتر از ایشان نیست، پس شناخت حضرت زهرا از تمامی جهات برای ما حائز اهمیت هست و ما میتونیم با الگوگیری از حضرت زهرا سلام الله علیها به مقام بلند عرفانی و روحانی دست پیدا کنیم. بسیار عالی. پس از خصوصیات اخلاقی اجتماعی حضرتش برای ما بگوییم. خب برای شکلگیری خصوصیات فردی و اجتماعی یا خانوادگی هر شخصی عوامل وراثتی و عوامل محیطی نقش بسزایی دارند. حضرت زهرا سلام الله علیها کسی بودند که در خانه وحی متولد شدند و یا دختر شخصیتی بودند که خداوند در موردش فرمود و انک لعلی خلق عظیم و یا فرمود و لقد کان لکم فی رسول الله اسوه حسنه. پس بدون شک حضرت زهرا سلام الله علیها وارث تمامی خوبی های حضرت پیامبر و حضرت خدیجه کبرا سلام الله علیها بودند که ما به عنوان نمونه به چند تایشان اشاره میکنیم. اولین خصوصیت اخلاقی که از حضرت زهرا بررسی کنیم در رابطه با ایمان و یقین ایشان هست. ایمان را در حکمت 227 نهج البلاغه چنین تعبیر کردن: ایمان الایمان و معرفتون بالقلب، اقرارون باللسان و عملون بالارکان. ایمان شناخت و باور داشتن قلبی است، اقرار زبانی و عمل بر اساس آن. به علاوه عنوان سیدت نساء العالمین درجه ایمان حضرت زهرا سلام الله علیها را هم ثابت میکنه برای ما. همینطور در کتاب بهار جلد 43 صفحه 29 از حضرت پیامبر صلی الله علیه و آله و سلم در مورد درجه ایمان حضرت زهرا نقل شده و تحقیق دخترم فاطمه قلب و تمام جوارحش مملو از ایمان و یقین گشته، به طوری که بالاتر از آن مرتبه ایمان و یقین قابل تصور نیست. و حدیث که بخوایم توجه کنیم متوجه میشیم که ایمان حضرت زهرا سلام الله علیها نه تنها قلبی بوده و نه تنها عملی، بلکه با توجه به فرموده حضرت پیامبر قلب و عمل ایشان مملو از ایمان بوده. اگر بخوایم از این حدیث مبارک نکته برداری بکنیم، به این نکته میرسیم که ایمان نباید تنها لغلغه زبان باشه. یعنی اگر تنها ما به زبان بگوییم ایمان داریم، ایمان ما ثابت نمیشه. مثل او گروهی از اعراب که خدمت حضرت پیامبر آمدن و گفتن ما ایمان آوردیم که آیه نازل شد و خداوند خطاب بهشان فرمود شما اسلام آوردید، ایمان نیاوردید، ایمان هنوز در قلب‌های شما جایگزین نشده. این نکته هم مد نظر ما باشه که ایمان در جاهای خاص خودش رو نشان میده. یعنی اگر ما تنها زبانن بگوییم من ایمان دارم، اما عملا به این حرف خود ما عمل نکنیم، ایمان ما ثابت نمیشه. مثلا اگر که زمینه گناه فراهم شود و ما بتانیم تقوا پیشه کنیم و در مقابل او گناه ایستادگی بکنیم، در او صورت میتانیم ادعای ایمان داشته باشیم. سعادت مال کسایی است که به آیات قرآن شریف عمل کنه. مثلا خداوند میفه آمنو و عمل و صالح. نه تنها ایمان آوردن کفایت میکنه و نه تنها اعمال خوب، اینکه صرف خوب آدم خوبی یا کارهای خوب و شایسته انجام میده ولی اصلا نه خدا رو میشناسه نه اقرار به عبودیت الله تعالی داره. پس این دوتا باید با هم دیگه باشه. بله همه اینها در کنار هم باشن.
بعد در رابطه با عبادت حضرت زهرا سلام الله علیها صحبت داشته باشیم. به فرموده امام حسن مجتبی علیه السلام، در دنیا کسی عابدتر از فاطمه علیها السلام نبود، آنقدر به عبادت می ایستاد تا پاهایش ورم می کرد. و یا سخنی هم هست از خود حضرت زهرا سلام الله علیها در این زمینه که فرمودند: لذتی که از بودن در محضر حق نصیب من می شد چنان مرا در خود غرق می کند که از هر حاجتی بی نیاز می شوم و شوق وصال او همه کاستی ها و نیازها را از یادم می برد. و با توجه به سخنان فزه خدمتکار حضرت زهرا سلام الله علیها، به این نکته دست می یابیم که حضرت برای آماده شدن نماز یک سلسله مقدمات را انجام می دادن. مثلا لباس پاک و طاهر می پوشیدن، عطر استفاده می کردن. اما چیزی که می خواهیم بگویم این هست که متاسفانه ما به این نکات خیلی کمتر توجه می کنیم. شاید حتی حال ای را نداشته باشیم که همون سجاده ما را درست پهن کنیم یا نماز ما را سرسری نخوانیم. هر چیز اهمیت میدیم، ولی یک سجاده مخصوص یا همون عصری که شما گفتین اهمیت دادن مهم است دیگه. بله. ولی از این طرف میبینیم که خیلی از سهلنگاری هایی که در عبادت داریم و از اون طرف هم چرا از زهرا را به این مقام رساندن. خب شما میتونید کوچکترین کار حضرت انجام بدین که بعد حالا بگیم به شما هم همچین مقام ارداد باشم. بله، در کنار ای که مقدمات نماز را فراهم کنیم، خوب است که نماز ما با حضور قلب باشه و مثل حضرت زهرا سلام الله علیها شوق به عبادت داشته باشیم و با مهیا کردن مقدمات نماز ارزش عبادت‌های خود ما را بالا ببریم. و باز هم سخنی هست از حضرت زهرا سلام الله علیها در زمینه عبادت که نقل شده از ایشان: هر کس عبادت خالص خود را به سوی خدا بفرستد، خداوند بهترین و برترین مصلحت خود را به سوی او میفرستد. پس حواس ما باشه که عمل ما خالص باشه تا خداوند هم خالصانه برای ما عمل را انجام بده. یا امو طبق امو آیه معروفی که خداوند میفرماید: یک قدم به طرف ما بیا بنده تا ما به طرف تو 10 قدم حرکت کنیم. اخم صادق عزیز، ما هر کاری که میکنیم اما لحظه با خود ما و خدای ما رو راست باشیم، بگیم خدای ما این کار به خاطر خودت انجام میدم. مثلا فلان هدیه را اگه میبرم به کسی، چون بنده توست این هدیه را میبرم، و اگر او تشکری هم نکرد ما عقد به دل نمیگیرم و ناراحت نشم، یا اینکه یک چیز پستر یعنی کمتر به من مثلا برگشتان دیگه ارزشی که چون ما با او معامله نکردم و با خدا معامله کرد، پس نباید ناراحتی هم صورت بگیره. خوب تشکر، همینجا بحث نگه داریم و بعد گردیم. کلیپ سوگواری را با هم میبینیم و برمیگردیم. نخستین ستاره بودی که در عرش به خورشید نبوت رسیدی، ستاره نیلی به رنگ جراحت آسمان و زخم زمین. ای ام ابیها، ای مهربان ترین مادر، حبیبه حق و شفیعه حشر، پدر و مادرم فدای دست های مهربانت باد. تو محور آسمان ایساری و اولین علت خلقت. ای مادر رسالت و همتای ولایت، غبار غم از سیمای زیبای علی می زدودی و بر زخمهای فزون از ستاره پیکرش که نشان از رزم با باطل داشت مرهم می نهادی. فتوحات مولا رهین مهربانی توست. هنوز خطابهای رسایت سراج راه مجاهدان است و بر آفاق تاریخ میتابد. پاره تن رسول بودی و یگان یاور یکتا امیر عاشقان. تلعلع ذوالفقار علی وامدار عزم و عزت تو بود. آنگاه که بر بی بصیرتان و دنیا پرستان
غضب می کردی، غضب ناکی آفریدگار قادر آشکار می شد. رضای تو رضای حق بود و با خرسندیت تمام اهل عرش و ساکنان قدس قرین شعف می شدند. ای مهربان ترین مادر عالم، صبر لایزال نبوی بودی که در هیئت عفتی سر به فلک کشیده چادر به سر می کشید و در کوچه های مدینه در تمام ره گذرهای هستی حضور خدا را به کائنات یادآور می شدی. افسوس از سوره کوثر که در آن خانه گلین همسایه اهالی غفلت و سنگ دلی شد. آه از زمزمه های شرحه بتول که در نیمه شب سجاده و تسبیح ارکان عرش را بلرزه می افکند. آه از ریحانه رسول خدا که در مشام حسادت زمین به هدر می رفت و چشمان حقیقت ستیز زمانه رخساره طهارتش را طاقت نداشت. زهرا همان کسی است که بیت محقرش طعنه زده به عرش و تمامی گوهرش. او را خدا برای خودش آفریده است تا اینکه هر سحر بنشیند برابرش. شرط پیامبری به پسر داشتن که نیست، آن کس پیامبر است که زهراست دخترش. تشکر از توجهتان. در مورد فضایل اخلاقی حضرت زهرا سلام الله علیها با هم گفت و شنودی داشتیم، اما ادامه بحث. زهرا خانم صادقی، از فضایل ایثار حضرت زهرا برای ما بگوییم. ایثار حضرت زهرا سلام الله علیها تنها مربوط به امور مادی نبود، بلکه امور معنوی را هم شامل می شد. اما بهتر است اول یک تعریف از ایثار داشته باشیم. ایثار به معنای گذشتن از حق خود جهت نفع رساندن به دیگران هست، مانند ای که حضرت زهرا سلام الله علیها 3 روز روزه نذر گرفتن جهت سلامتی بیماری حسنین، که در این 3 روز خودشان حضرت امام علی علیه السلام، حسنین و فزه خدمتکار سهمیه غذایشان را به سائل دادند، که آیه 9 سوره انسان در مورد شان نازل شد و جهت تمجید از این اقدام خالصانه. انما نطعمکم لوجه الله لا نرید منکم جزاء ولا شکورا. قطعا ما برای خداست، برای خوشنودی خداست که به شما میخورانیم و پاداش و سپاسی از شما نمیخواهیم. و یا در مورد دیگه ای، یعنی همینجا عبادت خالصانه که خودتان پیشتر فرمودین، همینجا حضرت خودشان یعنی عامل بودن. یکی لا نرید و میگم جزا اول و شکورا، ما نه از شما تشکری میخوایم نه چیزی که مقابل به مسجد، چون با خدا معامله کردیم. بله، در آیه 9 سوره 8 هم خداوند از ایشان تمجید کرده و یؤثرون علی انفسهم ولو کان لهم خصاصه. آنان تهیدستان را بر خود مقدم می‌دارند، هرچند خود به شدت در فشار و گرسنگی باشند. اگر که بخوایم را تطبیقش کنیم در عصر حاضر، اگر که ما در جامعه با نیازمند روبرو شویم، اولا که طرفش با تردید نگاه میکنیم، فکر میکنیم، تعلل میکنیم، تعمل میکنیم که آیا ما به این، آیا این آدم واقعا مستحق هست یا نه، ما بهش کمک بکنم یا نه. بعد از اینکه مطمئن شدیم میگردیم اما کمترین هزینه که در پیش ماست اما را به این انسان نیازمند تقدیم میکنیم. اما میبینیم که این خانواده گرامی
حتی از یعنی مشکل خودشان را در نظر نگرفتن، با وجودی که خودشان در شدت و در سختی بودن، از حق خودشان گذشتن و او را ایثار کردن در راه خدا. در امور معنوی هم امام حسن علیه السلام ازشان نقل شده که شبی حضرت زهرا را در محراب عبادت میبینن و متوجه میشن که حضرت برای تمامی همسایگان دعا میکنه اما برای خودشان دعا نمیکنه و امام حسن از مادر سوال میکنه که چرا برای دیگران دعا کردی ولی برای خود ما دعا نکردی و حضرت در جوابش فرمود اول همسایه بعد خود. اگر بخوایم این را هم باز تطبیقش کنیم، خوب است که ما اعمال عبادی ما را مثلا قرآن خواندن باشه، دعا کردن باشه، صلوات فرستادن باشه، در ثواب این اعمال عبادی دیگران را هم شریک بکنیم. مثلا ایاک نعبد و ایاک نستعین، من یک نفر هستم ولی وقتی که ایر خداوند به ما دستور داده در نماز بکنه یعنی جمع ببن، ما تو را عبادت میکنیم، ما تو را میپرستیم. داله برای همین موضوع که حتی ثوابش هم به دیگران برسه و یکی هم اهمیت دادن به ما عبادت قلیل ما است، کم ما است که او بیشتر شود. بله، صفت اخلاقی بعدی که میتونیم در مورد حضرت زهرا بگوییم این هست که دختر، مادر و همسری نمونه بودن. عناوینی که حضرت پیامبر برای خطاب حضرت زهرا استفاده میکردن مثل ام ابیها، فداها ابوها، یا ای که زمانی که حضرت زهرا نزدشان میامد به احترامشان استاد میستادن و دستشان ماچ میکردن و حضرت زهرا را در کنار خودشان مینشاندن و یا میفرمودن من بوی بهش را از زهرا استشمام میکنم. همه این مسائل باعث شد که او فرهنگ عرب جاهلی که به دختر ارزش نمیداد از بین بره. خب این بحث جاهلیت قبل از اسلام بود، اما جاهلیت مدرن هم در حال حاضر هست. در بعض خانواده ها به عنوان نمونه مثلا به دخترایشان نسبت به پسرها کمتر اهمیت میتن، یا مثلا پسرها از حقوق بیشتری برخوردار هستن، دخترها کمتر. بحث ما در رابطه با این رقم خانواده ها هست. درست است که احترام به پدر و مادر واجب هست، اما نگفته نمانه که احترام بین والدین و پدر و مادر، والدین و فرزندان باید متقابل باشه، طرفینی باشه. همون رقم که پدر و مادر انتظار دارن اولاد به اونا احترام بانه، خودشان هم به اولادشان احترام بانن. و یک نکته مد نظرشان باشه که از لحاظ عاطفی به فرزندانشان یعنی کم نمانند، مخصوصا به دخترها، چون اگر دختر کمبود عاطفی داشته باشه از زمینه یعنی از جانب پدر و از جانب مادر، او بده بیرون جستجو میکنه و این خودش میشه یک زنگ خطر برای خانواده ها. پس حواس پدر مادر جمع باشه که به امور عاطفی فرزند حتما توجه داشته باشن. حضرت زهرا مادر نمونه هم بودن با توجه به ای که زمان اندکی را زندگی کردن، اما از تربیت فرزندانشان غافل نبودن، از بچگی اونا را به اعمال عبادی تشویق میکردن. ما در روایات هم داریم که فرزندانتان را از بچگی به عبادت تشویق کنید و یا اگر توانش را دارن اونا را به روزداری تشویق بکنید. حضرت زهرا ای را میدانستن که این تربیت فرزند خیلی نقش بسزایی داره و محیط خانه را هم کوچک نمی‌شمردن، بلکه محیط خانه را کارخانه انسان سازی می‌دانستند. و حضرت زهرا سلام الله علیها خودشان تربیت یافته وحی بودند و به این مسائل به خوبی آگاه بودند. حضرت می‌دانستند که باید امام حسینی تربیت کند تا در زمان نیاز اسلام از جان خودش و عزیزانش بگذره، حضرت زینبی تربیت کند که با خطبه هایش دشمن را رسوا کنه، امام حسنی تربیت بکنه تا به خاطر اسلام، به خاطر منفعت اسلام سکوت بکنم. خوب است که مادران ما هم در نقش مادری حضرت زهرا سلام الله علیها را الگو قرار بدن و به این مسائل توجه ویژه داشته باشند. مسئله بعدی بحث همسرداری حضرت زهرا سلام الله علیها می آید که همسری نمونه هم بودن، در کنار ای که مادر و دختری نمونه بودن. به عنوان نمونه هیچگاه درخواستی نداشتند که حضرت علی علیه السلام از عهده او بر نیاید و
ما ایره از حضرت علی علیه السلام در روایات داریم که فرمودن ما از حضرت زهرا رضایت کامل دارم و در لحظات آخر عمر حضرت زهرا سلام الله علیها رضایتشان را اعلام کردن و این مسئله را هم باید مادران ما مد نظر داشته باشند. بحث بعدی عدالت حضرت زهرا هست که حضرت زهرا کنیز یا خدمتکاری به نام فزه داشتند که کارهای خانه و امور عبادی در بینشان تقسیم شده بود، چه قسمی ای رقمی که هر دوتایشان یک روز در میان به عبادت و کارهای خانه می پرداختن و حضرت زهرا کوچکترین تفاوتی بین خودشان و فزه خدمتکار قائل نبودن. همینطور وقتی که حضرت پیامبر کارهای داخل منزل را به حضرت زهرا سپردن و کارهای خارج از منزل را به حضرت علی علیه السلام، حضرت خوشحال شدن. باز همین نکته نگفته نمانه که شاید برای بعضی این سوال پیش بیاید که پس حضرت زهرا فعالیت اجتماعی نداشتند و فقط فعالیت‌هایشان منحصر بود به محیط خانه، نه قسمی نبوده. حضرت زهرا در کنار ای که دختر، مادر و همسر نمونه بودن، در مسائل اجتماعی هم فعالیت داشتن. مثلا کلاس احکام داشتن، کلاس فقه داشتن، نقل حدیث میکردن. زنان عرب، حتی مردان عرب به حضور ایشان میامدن و مسائل فقهی را سوال میکردن. پس زن مسلمان در کنار ای که میتونه دختر، مادر و همسر نمونه باشه، میتونه فعالیت اجتماعی هم داشته باشه، البته با رعایت شونات و شونات اسلامی. بله خانم زاده، یعنی اگه بخوایم همین حرفایی که شاید بازم بگن که تکرار شده، ولی هر کدوم ما کوچکترینش از همین کوچک ها شروع میشه تا او بندگی خداوند کامل میشه. شما فرمودید اگر نمی رعایت مساوات و عدالت بر بین خدمتکار، اگر خاله میگیرن، اگر خدمتکار میگیرن، نوع حرف زدن ها حتی گاهن رئیس مروسی میشه، تون میشه، یا همین اثاره که فرمودید. ما کدام ما میتونیم از اون چیزی که خود ما دوست داریم بگذاریم تا به یک شخصی بدیم که فقیر باشه؟ حتی به همون چیزی که اشاره کردیم، حتی اگر داریم ما هم تعلل میکنیم، تحمل میکنیم، فکر میکنیم که شاید ای اصلا نادار نباشه، چرا برش کمک کنیم؟ خب وقتی که این همه شرایط هست، خب ما باید بریم الگو بگیریم. الگو گیری هم میگن که جا پای همو آدم بگذاری. اگر بخوایم در مورد همه اینها بخوایم بحث کنیم، اینا بعدش انشاءالله به همون مقام عبودیت خداوند میرسیم و خیلی از این مشکلهایی که در زندگی داریم اصلا برطرف میشه. خوب ادامه بحث کنم. بحث بعدی جدیت در حفظ حریم و عفاف هست که بیشتر به خانمهای ما برمیگرده. بله، حضرت پیامبر صلی الله علیه و آله و سلم روزی همراه یک نابینا به خانه حضرت زهرا میرن و حضرت زهرا فوراً خودشان را میپوشانن. وقتی که حضرت پیامبر از ایشان سوال میکنه چرا این کارا کردی، خب ای آدم که نابیناست نیازی نبود کارا بکنی، حضرت در جوابشان میفرماید درست است که او مرا نمیبینه، اما ما او را میبینم، به علاوه او بوره استشمام میکنه. و در اینجا حضرت پیامبر در تصدیق گفتار حضرت زهرا سلام الله علیها میفرمایند گواهی میدهم که تو پاره تن من هستی. اگر بخوایم از این نکته برداری کنیم، یعنی متوجه میشیم که حضرت حفظ حجاب و عفاف تا چه حد برای یک زن مهم هست که حضرت زهرا حتی ای را در حضور یک فرد نابینا رعایت میکردن. اما متاسفانه ما در جامعه فعلی، در عصر فعلی، در حضور فرد بینای رعایت نمیکنیم، چه برسه در فرد نابینا. بحث بعدی بحث زهد حضرت زهرا سلام الله علیها هست که اکتفا به ضروریات زندگی میکردن. پیشتر هم گفتم هیچگاه خواسته بالاتر از توان حضرت علی علیه السلام نداشتن. با وجود ای که فرزند رهبر جامعه دینی بودن، اما عصر ساده زیستی رعایت میکردن، چه در زمان تنگ دستی و چه در زمان گشاده دستی. همینطور عدم وابستگی داشتن به مادیات. به عنوان نمونه در شب عروسیشان نوترین لباسشان را به سائل بخشیدن. باز هم اگر بخوایم از این نکته برداری کنیم، یعنی بخوایم رفتار حضرت زهرا سلام الله علیها را با رفتار خود ما مطابقت بدیم، متوجه میشیم که ما واقعا در بعضی مسائل بی توجه هستیم. ما شاید
اونمون لباس را که اصلا دیگر نمی پوشیم به درد ما نمی خورد، کهنه شده، او را به یک فرد نیازمند بدیم. اما حضرت زهرا نوترین لباسشان را بخشیدن به سائل. در باره فکرم آیه قرآن هم داریم نه؟ که لن تنالو بره حتی تنفق و مماد صاحب بون به بر رو نیکی نمی رسید، به او بود انسانی تا نمی رسید مگر اینکه از چیزی که دوست دارین انفاق به بهترین نفع مثلا انفاق کنیم. به نظر ما اون زیقی نفس که با آدم فشار میاد به افراد یک ذره مدلاش فرق میکنه. زن کسی شاید با 5 روپه او حالتی که خب صدقه گفته میشه برش نمایان شود، یعنی نفسش بگه خب خیر است رو به خاطر خدا میدم، شاید یعنی دارایش کم باشه اون 5 روپه هم برش خیلی مهم باشه. ولی یک نفر دیگه که حالا رئیس ها یا او بالا مقام های صاحب مقام های دنیاوی رو میگم، شاید با 1000 روپه هم او دردش اون نفسش نگیره چون زیاد دارن. پس برای هر کسی مطابق او چیزی که داره خداوند حساب میگیره. خب دیگه صحبت هایتان در مورد فضایل حضرت زهرا سلام الله علیها. باز هم بخوایم اگر بحث حضرت زهرا سلام الله علیها را ادامه بدیم در رابطه با بحث همسرداری، از حضرت زهرا سلام الله علیها متوجه اینو که میشیم که احترام متقابل داشتن به هم و حضرت علی علیه السلام را با عناوین زیبا خطاب میکردن، همینطور حضرت علی علیه السلام هم ایشان را با عنوان سیدتی خطاب میکردن. پس نکته ای که مد نظر ما یعنی باید باشه ای هست که همسران به همدیگه احترام متقابل داشته باشن، چه از جانب خانم و چه از جانب آقا. ای اصل باید رعایت شود. درست، اگه کانون خانمات در گرم نگه داریم مشکلات جامعه در حدودی اصلا پایان میابه. و میگن که اگر میخواید یعنی بزرگترین لطف یک پدر در فرزند یه که در خانومش احترام بگذاره، چرا که هم پسر هم دختر در مادرش حساسه و وقتی که میبینه که این دوتا با هم دیگه رابطه خوب محترمانه دارن خانواده از آرامش کافی برخوردار میشه. یه صحبت پایانی سان یک دقیقه تا پایان برنامه داریم اگر گفتنی دارم. خب همه این نکاتی که در رابطه با حضرت زهرا سلام الله علیها گفتیم همهشان از توجه ویژه برخوردار بود، یعنی واقعا اگر ما خودمان را پیرو حضرت زهرا میدانیم، خودمان را مقید بکنیم به رعایت این اصول و حضرت زهرا را در تمام عرصه های زندگی ما الگو قرار بدیم و این الگو قرار دادن تنها لغلقه زبان نباشه بلکه عملا نشان بدیم که ما پیرو حضرت زهرا هستیم و حضرت زهرا را به عنوان الگوی ما قبول داریم. ممنون از اینکه خانم صادقی عزیز دعوت ما رو پذیرفتید و اومدید. التماس دعا دارم از شما و از توجه شما خوبان نیز سپاسگزاریم. تا برنامه بعدی خداوند نگهدارتون. بسم الله الرحمن الرحيم وبه نستعين إنه خير ناصر ومعين. قال الله تعالى في كتابه الكريم لقد كان في قصصهم عبرة لأولي الألباب. در دانستن داستانهای گذشتگان پند و عبرت و اندرزی است برای صاحبان اندیشه و خرد و تعقل. همان گونه که در بحث گذشته گفتیم بر اثر اجحاف و تعدی و ظلم و ستمی که از جانب والیهای هپتالیها یا پادشاهان هپتالی که در سرزمین افغانستان پایتخت داشتند و از همینجا حکم می‌راندند، در سرزمین ماوراء النهر و سغد که اون هم تحت
اداره و مدیریت هپتالی ها بود، در اثر ظلم و ستم والی هپتالی در ماوراء النهر، ترکان ماوراء النهر به فرماندهی سلزیبول، یکی از فرماندهان بزرگ ترک، علیه هپتالی ها قیام کردند و طی جنگ های ممتد و دراز از سال 445 میلادی تا 457 میلادی به مدت 12 سال توانستند که هپتالی ها را از ماوراء النهر یا ترکستان اون زمان شکست بدهند و بیرون کنند و خودشان اداره سرزمین خود و حکومت منطقه خود را به دست بگیرند. در همین زمان ها در کشور پارس، یعنی ایران فعلی، یکی از پادشاهان نسبتاً معروف و خوشنام به نام خسرو انوشیروان به سلطنت رسیده بود و ناگفته نباید گذاشت که سلطنت ساسانی ها همواره از طرف شرق کشور خود با حملات و مزاحمت های هپتالی ها روبرو می شد و ما در جلسات قبلی جنگ های بهرام گور و همچنین جنگ های پیروز یکم را با هپتالی ها صحبت کردیم. همیشه هپتالی ها در مرزهای کشور پارس یا شاهنشاهی و امپراتوری پارس دستاندازی می کردند و باعث مزاحمت و آزار شاهان ساسانی می شدند. اونها هرچند که گاه گاهی با هپتالی ها درگیر می شدند و به طور مقطعی می توانستند اونها را دفع کنند، اما خطر همیشه از جانب شرق، کشور بزرگ ساسانی را تهدید می کرد. تا اینکه خسرو انوشیروان که در بین عوام به نام نوشیروان عادل معروف است، که خب حالا عادل گفتنش جای بحث داره، اما اینقدر میتوان گفت که از بهترین شاهان سلسله ساسانی بود. زمانی که ترک های ماوراء النهر هپتالی ها را در ماوراء النهر، منظور از ماوراء النهر همین کشورهای
تاجیکستان و ازبکستان تا قزاقستان و قرقیزستان هست، اونها را شکست دادند و از هند هم که قبلاً مهیرا کولا شکست خورده بود، طبیعتاً هپتالی ها حکومتشان ضعیف شده بود و انوشیروان فرصت را غنیمت دید و برای برانداختن حکومت هپتالی ها لشکر کشید. در سال 566 میلادی یا 567 میلادی که درش اختلاف است، بر هپتالی ها در سرزمین بلخ و تخارستان و بدخشان حمله کرد، اونها را ساقط کرد و سرنگون نمود و سرزمین های هپتالی ها را در افغانستان کنونی و امپراتوری ساسانی زمیمه کرد و قسمت های اعظم این سرزمین، لااقل شمال هندوکش، جزوی از سرزمین پارس و شاهان ساسانی قرار گرفت. البته در ساقط کردن یا سقوط دادن سلسله هپتالی ها که در کدام سال بود، یک مقدار اختلاف وجود داره. بعضی از مورخین نوشته است سال 560، بعضی نوشته است 561، اما معروف همین 566 و 567 است. همونطور که گفتیم، هپتالی ها بعد از 1.5 قرن سلطنت از کشوری به نام افغانستان و تأسیس یک امپراتوری از دریاچه بلخاش تا قرشهر آذربایجان غربی، اما برای اعمار و آبادی، هنر و صنعت این سرزمین کاری نکردند و تلاش انجام ندادند و چیز در خور توجه از حکومت هپتالی ها باقی نمانده، چیز مثبت در خور توجه. البته بعضی ها نوشتند که در زمان هپتالی ها بود که مجسمه های بودا در بامیان در دل سنگ کنده شد و توضیح داده شود که
در بامیان مجسمه های زیادی از بودا هم در شهر بامیان و هم در دره های بامیان وجود داره. مجسمه های کوچکتر هست، اما دو مجسمه بزرگ که در بامیان وجود داشت، بزرگترین مجسمه، مجسمه سنگی جهان بود که تا هنوز هم هیچ مجسمه با بزرگی مجسمه بزرگ بامیان از سنگ در دنیا ساخته نشده. و اینکه این مجسمه ها را که بزرگان 53 متر طول داشت، یعنی از فرق سر تا انگشت پای مجسمه بزرگ بودا که در زبان عوام به نام سلسال یاد می شود، یاد می شد، 53 متر بود. و مجسمه کوچکتر که کم پایین تر از مجسمه بزرگ قرار داشت، اون 35 متر بود. اونچه که محققین و مورخین نظر دادند، اول مجسمه کوچک یا 35 متری ساخته شد و بعد از اون مجسمه بزرگ و 53 متری ساخته شد. لحاظا می‌بینیم که می‌دیدیم که در تناسب اندام مجسمه 35 متری توازن خیلی مناسب نبود. اگر کسی دقت می کرد، مثلا توازن سر را با تنه اندک متفاوت می دید، یا توازن دستها را با بدن و همچنین بدن را با پاها، یک مقدار نامناسب و بی توازن و بی تناسب احساس می کرد. اما در مجسمه بزرگ بودا، مجسمه 53 متری، این اشتباهات و عوارض گرفته شده بود و اندام مجسمه به طور متناسب و متوازن با همدیگر تراشیده شده بود. و بیشتر همین مجسمه ها بود که بامیان را در محراق توجه جهان قرار داد و بوداییان از سراسر جهان، از چین و از ژاپن و از برما و تایلند و نپال و هندوستان و سایر مناطق و کشورهای دور و نزدیک به زیارت مجسمه های بودا در بامیان می آمدند و راهبان بودایی مغاره هایی را در دل کوههای بامیان کنده بودند و در اونجا مشغول عبادت بودند
که هنوز اون مغاره ها وجود داره، ما بقیه بحث در جلسه آینده انشاءالله تعالی. السلام علیکم و رحمت الله و برکاته.